بیننده ارجمند و گرامی تلویزیون سیمای افغانستان، همونطور که شما در جریان چند روز گزارشات تعقیب کردین، دور بعد دوم جرگه امن در پاکستان برگزار شد بر ریاست محترم دکتر عبدالله عبدالله، سابق وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان و رئیس جرگه امن. و خوشبختانه که ما ایشان امیل ازه بلین تلفن داریم که تا جزئیات بیشتر خدمت شما بینده اگرامی توضیح بدیم. جناب دکتر صاحب، برای شما به نمایندگی از تلویزیون سیمای افغانستان سلام تقدیم میکنم. من سلام خدا خدمت شما و شنونده و بیننده های محترمتان تقدیم میکنم. سلامت باشین. دکتر صاحب، خوب گزارشات هم اگه تعقیب کردن که شما به سفر به پاکستان رفتین و جرگه امن در اونجا دایر شد، میشه که یک توضیح مفصل برای بیننده گرامی بدین که هدف اصلی جرگه چی هست و دستاوردهای سفر شما چی بودن؟ اصلا سال گذشته حال 14 ماه میگذره، جرگه هم در شهر کابل دایر شد که در او وقت 700 نفر از نماینده های سیاسی، از اداری و حکومت و از سران قوم، علما، از جامعه مدنی از هر دو کشور، یعنی 350 نفر از طرف پاکستان و 350 نفر از طرف افغانستان، در کابل تا 4 روز جلسه داشتن. این 14 ماه قبل بود و هدف اصلی هم مسئله روابط بین هر دو کشور بود، تا از یک طریق دیگه هم نظر به اهمیتی که رابطه با کشور داره بتانیم که در این کمک کنیم و برای رسیدن به هم در منطقه، چرا یک مسئله واضح است که ناامنی در افغانستان سبب ناامنی در همه منطقه میشه، اما طوری که ناامنی در پاکستان سبب ناامنی در منطقه میشه، و از طرف دیگر تهدید تروریسم، شما میدانید که کلانای رهبرای تروریست همه در اوج در پاکستان پناهگاه دارن و از اوج خاک افغانستان مورد تهدید قرار دادن و در حقیقت امی مسیر یا سیر منفی حوادث امنیتی که شما میبینین در افغانستان، این در نتیجه فعالیت هایی یا موقعی است که برای تخریب کارا در اوج پیدا شده و در نتیجه افغانستان نارام ساختن. بالاخره جلسه هم دایر شد در شهر کابل و در نتیجه هر دو کشور به فیصله هایی رسیدن که با قاطعیت در برابر تروریسم مبارزه میشه، پایگاهی تروریستی جا دادن میشه و همچنان مسائل دیگر که برای ایجاد اعتماد و بهبود روابط کمک میکنه، مثل تسهیلات در تجارت، در رفت و آمد مردم، در رابطه مردم با مردم و از این قبیل چیزها. اما قرار بود که بعد از دو ماه از جرگه امن اولین جلسه یک کمیسیون مشترک 50 نفری دایر شد که او را جرگه کوچک نامش گذاشتن و ای باید در اسلام آباد دایر می شد که طرف افغانستان آمادگی خود داشت. متاسفانه با در نظر داشت تحولاتی که در پاکستان رخ داد، طرف پاکستانی آمادگی را پیدا نکرد، یعنی در حقیقت جلسه ای که دو روز قبل، سه روز قبل دایر شد در اسلام آباد، این جلسه باید که یک سال قبل در اسلام آباد دایر می شد تا فیصله هایی که در جرگه امن بیزو بحث شده بود و توافق صورت گرفته بود او تطبیق شد. نظارت میکرد، وظیفه همی کمیسیون 50 نفری اجرای و تطبیق فیصله های جرگه امن کابل است بین افغانستان و پاکستان. پس این در راستای مو فیصله های جلسه یک سال قبل بود. خب چی دستاورد های داشتین از جرگه دوم جناب دکتر صاحب؟ خب مطوری که گفتم یک هدف عمده از یک طریق دیگه با یک روش که خاص بین افغانستان و پاکستان است، بین کشور دیگه به این سطح یا به می ترتیب شیوه هیچ سابقه نداره که برای بهبود روابط و گسترش روابط کار شود، از طریق نفوذ مردمی و کار با مردم و نماینده های مردم این زمینه مساعد شده بازم بین دو طرف جلسه صورت بگیره و دو روز جلسه دوام کرد. یک فرقی که ای بار دیده میشه ایست که حکومت منتخب پاکستان که البته با چالش های بسیار بزرگی هم مواجه است، ما در قناعت دادن از اونا خودم مشکل نداشتیم، مبنی به ای که تهدید بر افغانستان، تهدید بر پاکستان است و هم مشکلاتی که در افغانستان است و منشأش در کجا است و در کجا نیست، یا
طرفی که با ما مواجه بود اگر با حکومت پاکستان صحبت میکردیم و حزب سیاسی که به مردم پاکستان است و مردم پاکستان است یا حزب عوامی ملی که متحدشان است اینا و در رأس حکومت قرار دارند، اینا کاملا هم نواستن از نظر فکر و اینا. در بعضی از همزمان دیده میشه که کسای دیگه هستن که از عذاب افراطی از طالب های حمایت میکنن. خب از این لحاظ دوباره یک تجدید رابطه شد و در اون جلسه باز فیصله های صورت گرفت که در تمام مسائلی که من پیشتر یاد کردم دوباره تکرار میکنم، در رابط دو کشور یک کمیسیون های خردی تعیین شود که اینا در فاصله ای جلسه که در اسلام آباد صورت گرفت و دو سه ماه بعد جلسه که در کابل صورت بگیره کار ادامه بدن. مثلا جایی که گفته شده به تروریست ها پناهگاه باید داده نشد، چی کارهایی باید شود تا تروریست ها دیگه نتانن از گاهی از وضعیت روابط دو کشور استفاده و سوی استفاده کرده تهدید کنن امنیت یا مسائل دیگر. از جمله یک نکته هم که در اینجا تدویش شده که او هم به اساس فیصله جرگه امن سال گذشته بود، تسریع پروسه دیالوگ با مخالفین. البته او یک نکته بسیار بسیار مهم است که او مسئله قانون اساسی افغانستان و قوانین هر دو کشور است. یعنی وقتی که مسئله گفته میشه در مذاکره را با کسایی که قانون قوانین اساسی هر دو کشور احترام میگذارند و در چارچوب از او میخواهند حیات صلح‌آمیز داشته باشند، این در بیشتر باز میکنه و زمینه را بیشتر مساعد میسازه.